دوباره خوش آمدین. آقای مبارز، تا هنوز که چراغ‌های سبز کاملا واضحی از جانب مخالفین نشان داده نشده، اگر در نشست منطقی، در نشست استانبول که گفته میشه نشست کشورهای همسایه هم هست، بنابراین نشست منطقی است برای رفتن به بنم، تأثیر خود داره، طرح مشخص شورای عالی صلح و یا افغانستان با جانب بیشتر درگیر در این مسائل یعنی پاکستان داره شورای عالی صلح؟ شورای عالی صلح پروگرامی داره که از یک طرف در داخل افغانستان کار میکنه تا سربازگیری طالبا کاهش بیافه، مردم خود ما به مفهوم کار ما مطلع شوند. دومش در جذب کشورهای جهانی است که اونا حمایت از اونا رو جلب کنیم. مسئله سومش سعی و تلاش است برای ازی که با طالبا مذاکره صورت بگیره. ولیکن شما میدانین که طالبا یک قدرت مستقل نیست که اونا بتانن تصمیم بگیرن، و شما بارها شنیدین که حکومت پاکستان گفته که اونا میتانن طالبا را به میز مذاکره حاضر بسازن. و شما این موضوع را میپذیرین که با پاکستان طرف هستین به صفت شورای عالی صلح؟ این یک نظر شخصی من است و فکر میکنم که همه این را قبول خواهد میکنن که گریه اصلی در پاکستان است، برای از این که پاکستان هنوز یا سیاست خود درباره افغانستان، با اینکه بیش از 14 مسافرت آقای کرزی با پاکستان کرده و چندین مسافرت زعمای پاکستان به افغانستان کردن و همیشه زعامت پاکستان وعده دادن که در این همکاری میکنن، چنانچه دو روز قبل در کنفرانس تاجیکستان هم رئیس جمهور پاکستان چنین وعده های کرد و تا گفت که امنیت افغانستان امنیت پاکستان است و به ما مفید واقع میشه. پس شورای عالی صلح به این باور است که پاکستان طرف است نه طالبان؟ من شخصا تو فکر میکنم که اصلا پاکستان تا که حاضر نشه تغییری در سیاست خود بیاره و بگذاره که طالبا آزادانه مذاکره بکنن، در اون صورت اگر طالبا از گروگانی پاکستانی آزاد شوه، ما فکر میکنیم که مذاکرات با طالبا صورت گرفته میتانه و دو گروه دو طرف افغان میتانه به میرسه. آقای مبارز، در این میان برادران ناراضی کی ها هستن؟ ناراضی در اینجا همین خود گروه طالبا هم به چند گروه تقسیم میشه. یک قسمت کساییست ناراضی همون کساییست که از فساد اداری و حکومتداری خراب اونا آزرده شدن، یا از گروه بیکارای هستن که در افغانستان متاسفانه در ظرف 9 سال آخر نتوانستن پروژه کاریابی را تطبیق بکنن، و یا سکتور زراعتی را که میتونه بیکاری را در وطن ما کاهش بده با اون سکتور هیچ گونه سرمایه گذاری نشد، و در قسمت صنایع خفیف هم که در افغانستان باید سرمایه گذاری میشد کدام سرمایه گذاری به عمل نامد. به این خاطر ما تعداد جوانای بیکار هم زیاد داریم که اونا هم امکان دارد که از در گروپ های ناراضی داخل شده باشند. من فکر نمی کنم که گروپی که ایدئولوژیک باشه در طرف مقابل و تعدادشان زیاد باشه، تعداد از اونا زیاد نیست، گروپ های کوچک هستند که البته امنیت از بین برده نمیتونن مگر مختل ساخته میتونن. سپاس. آقای سهقل، با چند سال پیشینه که افغانستان در حکومت داری خوب، در از بین بردن فساد و در کنترل و کنترل امنیت از خود نشان داده، طرح 2024 چقدر مورد قبول جامعه جهانی قرار خواهد گرفت؟ پیش از اینکه به این مسئله بریم، در رابطه با طالبا، حضور طالبا در کنفرانس بریم، ببینین رقم مخالفین مسلح افغانستان کمترینش شنیده میشه 15,000، زیادترینش که جنرال پتریس میگه 35,000. فرض مثال ما اوسط میگیریم در حدود 25,000. 25,000 نیست، 30,000. 30,000 فرض مثال شما بپذیرین که اتباع از این مملکت نه پاکستانی سلاح برداشتن و میخواین که برنامه های سیاسی شانه به زور میل تفنگ و به زور سرنیزه در افغانستان برآورده بسازن.
این 30,000 نفر یا 25,000 نفر کمتر از 0.1% نفوس افغانستان است. این طرف ما داریم مساله اولیای 30 میلیون نفر، در این طرف داریم 30,000 نفری را که میخواهند به زور تفنگ برنامه های سیاسیشان در افغانستان عملی بسازند. من فکر میکنم که اگر لنگر کار ما بره به طرف قانونمندی افغانستان، به طرف حکومتداری سالم، به طرف رشد اقتصادی افغانستان، موجودیت 30,000 مسلح باید بیخی نادیده گرفته شود. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با اونا به صفت مجرم معامله میکنه، پلیس افغانستان که اونا را دستگیر میکنه مجرم است. ببینید مخالفین سیاسی دولت امروز زیاد است. امروز یک اپوزیشن سیاسی دولت وجود داره. امروز در پارلمان افغانستان شما میرین یک 1% قابل ملاحظه هستند که مخالفین سیاسی حکومت افغانستان هستند. به معنی که اونا دست به ماشه تفنگ میبرن مجرم شناخته میشن. پس طالبم کسی دیگه ای نیست. اگر توانمندی های داخل افغانستان زیاد باشه، اگر نظام افغانستان فعال باشه و قوانین افغانستان فعال باشه و قوای ثلاثه افغانستان فعال باشه و یک سیستم عدلی و قضایی نسبتاً سالم ما داشته باشیم، کافی است که رسیدگی کنه به 30,000 مسلحی که میخواین که برنامه های سیاسی شانه به زور تفنگ پیش ببرن. ولی تا هنوز چرا نشده ادارات بزرگ شورای عالی سال، کمیسیون تحکیم سال؟ من فکر نمی کنم که ضرورتی بده باشه به شورای عالی سال. اگر این دولت نظام می داشت، اگر این دولت قانون می داشت، ارگانهای خود از این دولت باید رسیدگی می کرد برای تامین ساله. ما ارگانهای مربوطه شده. پس حالا که همه این موارد را ندارن. شما باشین علم و شما شنیدیم هم از زبان آقای مبارز که رشته از این گرد به دست پاکستان است. ما یک کمیسیون مشترکی داریم برای ساله بین افغانستان و پاکستان. من فکر می کنم که بهتر است ما وزن از این کمیسیون زیادتر بسازیم. اگر می خواهیم که با طالبا به نتیجه برسیم تا کنفرانس بن که اینا زیر چتر حکومت افغانستان و در ترکیب هیئت افغانی نفرهای خود داشته باشند، که من فکر می کنم تقریبا ناممکن معلوم میشه با این وقت کمی که وجود داره و با اظهاراتی که طرف پاکستان و طرف طالبا کردن، پس بهتر است که ما در ترکیب همین کمیسیون مشترک صلح زیادتر کار کنیم بین دو کشور به یک شرط. به یک شرط ما یک اشاره سبز به این کمیسیون میتون که در ترکیب هیئت افغانی کسانی باشند که از منافع ملی افغانستان دفاع کرده بتانند، نه ایجنتای پاکستان. کسانی باشند که واقعا چند نزده بتانند با پاکستان. و ما فکر میکنیم که چانس ما داریم دو طرف در ترکیب هیئت پاکستانی. ما خود صدراعظم داریم، لوی درستیز داریم، رئیس استخبارات پاکستان داریم. در این طرف یک حکومت میره در ترکیب ازی کمیسیون میشینه که از یک طرف مشروعیتش تا اندازه قابل زیر سوال است و از طرف دیگه که حمایت مردم افغانستان با خود نداره. فلیازا بسیار مهم است که در ترکیب ایت افغانی فرصت برنامه کم است که به بحث مشخصا به بحث سال بپردازیم.